فاجعه بس غم‌انگیز و دلخراش بود. زخمی جانکاه بر پیکر و جان و روان نشست. قربانیان بسیاری بر جای گذاشت. همه ایرانیان اندوه فاجعه را از سویدای دل گریستند. آوار خشک خاک بر جان همگان نشست. این نخستین بار نیست که هم میهنان خود را در حادثه ای چنین خانمان سوز از دست می دهیم و چه تلخ می اندیشیم که آخرین بار هم نخواهد بود. فروغ مهر و نیک سرشتی مردم تلخی این حادثه را تاب تحمل داد. مجالی بود تا در روزگار نفرت و شرارت و بی‌اعتنایی مهر ورزیدن و دوستی را بار دیگر از سر بگیریم. دانستیم که هنوز توان دوست داشتن در ما نمرده است. این حادثه دیگر بار ما را به خود آورد که زندگی جز به دوستی و مهر فرجامی خوش نخواهد داشت. آنها که فرصت یگانه زندگی را باختند قربانی غفلت همه ما شدند. هم از این روست که باید یادشان را زنده بداریم تا دیگر بار جامعه ما شاهد قربانیانی چنین بیشمار و گسترده نباشد. اکنون باید توان زاری خود را به نیروی زندگی بدل کنیم و امید را برای آنان که مانده اند ارمغان آوریم. کودکانی که وجودشان سرچشمه شادی و سبکباری زندگی است فردایی روشن را چشم در چشم ما دوختند. ایران آینده را کودکان امروز می سازند. دوستشان بداریم. قلب همه ما ایرانیان تا دورترین نقطه جهان به یکدیگر پیوست و سرود عشق و انسان دوستی در جان ما تنین انداخت. هر کس با هر توانی که داشت به میدان آمد. ما نیز به عنوان قطره ای از این اقیانوس بیکران و فرزند این سرزمین تلاشی را آغاز کرده ایم که با همت شما مردمان نیک سرشت به بار خواهد نشست. زندگی به کامتان باد. خاک پای شما شجریان.
Thank you.
به سر شود، بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. جای دیگر نمیشد، نمیشد. دیده یغم است تو، چرخه چرم است تو، گوش ترم به دست تو. بی تو به سر نمی شود، دل به نهن برکنی، توبه کنند بشکنی. این همه خود تو میکنی، بی تو به سر نمیشم. بی تو به سر نمی شود، نمی شود. سوی وفا رمی، گاه سوی جفا رمی. آن منی کجا رمی، آن منی کجا رمی. بی تو به سر نمی شود، Oh,
میکنه دل ز تو جوش میکنه آب خروش میکنه بی تو به سر نمیشه Oh,
بی تو به سر نمی شود. تو نمردگی خوشه، بی تو نزدگی خوشه، سرز غم تو چون کشم، سرز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. Thank you.
این شبی خونه بلا باز چه بود ای ساقی ای ساقی تشنه خون زمین از فرک وین مهنام کهنه داسیست که بس کشته درود اجسامی بس که شستی
من بود که در مقبل عشق سر به غیر تو نیاورد فرو سر به غیر تو نیاورد فرو ای ساقی در فرو بند که چون سایه در این خلوت غم با کسم نیست سر گفت و شنود با کسم نیست سر گفت و شنود ای ساقی ای ساقی باید کندنش از
از بی خو از ما بباید کندنش از بی خو از ما اگر بارش همه لعل و گوهر بود اگر بارش همه لعل و گوهر
چون تو جانان منی. جان بی تو خورم کی شود چون تو در کس ننگر کس با تو هم در گر جمال جان فضای خیش بن ماهی به ما جان ما گر در فضایت گر در فضایت حسن تا دل ز من بردی یا پرسیدی که دل گم کردی دل ز من بردی یا پرسیدی که دل گم کردی این چون این سراریت با من مسلم که شود این چون این سراریت با من مسلم که شود چون مرا چون مرا دل خستگی از آرزوی توست این چنین دل خستگی زایل به مرهم شما غم از آن دارم که بی تو همچو حلقه بردم تا تو از در در نیایی از دلم غم کی شود تو از در در نیای از دلم غم کی شود خلوتی می بایدم با تو زهی کار کمال کار کمال ذره ای هم خلوت خورشید عالم که شما Oh,
Thank you.
کجا روی بی تو به سر نمی شود، بی تو به سر نمی شود. اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی، آبرم سفر شدی، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببستی، نقش مرا بشستی، و از همه هم گسستی، بی تو به سر نمی شود. بی همه گا به سر شد، بی تو به سر نمی شد. داغ تو داغ این دلم، جای دیگر نمی شد، جای دیگر نمی شد، جای دیگر از لندن اومدم. میخوام بگم که استاد شجریان یعنی جون من، روح من و نفس من. خیلی ساله دارم با زندگی میکنه، علاقه داریم بهش. این برنامه و برنامه های مشابهش چیه؟ خب کار استاد شجریان که همون رو ذوق زده کرد، من خودم باور نمیکنم هنوز. اما برنامه های مشابه فقط ناراحتی از اینه که استقبال جوان و دوستای ما خیلی کمه. من خودم رو میگم، البته شاید میلیارد ها سال نوری با خدا فاصله دارم، صدای استاد شجریان این فاصله رو میلیون ها سال نوری کم میکنه و تحمل این فاصله رو به قول معروف میده به آدم. شما از کجا برای دیدن این برنامه تشریف آوردید؟ خب بلیط راحت پیدا شد؟ البته از طریق دوستان من اقدام کردم که برام گرفتن. مطلب خاصی اگر در مورد این برنامه دارین بفرمایید. درود بر خسرو آواز ایران. بچه این همسنه ها بیشتر موسیقی پاپ و این دسته رو دوست دارم و چون آقای شجریان اواخر زیاد فعال نبودن با آقای شجریان زیاد آشنا نیستن. ما حالا به یه جایی رسیدیم که دوباره برای جا انداختن فرهنگ موسیقی سنتی توی جامعهمون باید فرهنگ سازی بکنیم. حتی دوباره موسیقی غنی که داشتیم به جورایی از بین رفته توی اذهان مردم. از اصفهان میای؟ از اصفهان. خب نظرت در مورد این برنامه‌های مشابهش چیه؟ خیلی عالی، امیدوارم که آقای شجریان عنایت بفرمایند بیشتر حالا به هر حال کنسرت بزنن، چون واقعا ما خیلی مشتاق هستیم. یکی از بزرگترین آرزومون بود که امشب اینجا باشم. چقدر آشنایی داری با این موسیقی؟ من هنرستان موسیقی بعد استاد علیزاده رو دوست دارم، ساز خودم هم تاره بخاطر ولی خواهشم اینه این برنامه ها رو داشته باشن و این فرصت رو به شهرستانی ها بیشتر بدن. من از لاهیجان آمدم. از لاهیجان تشریف آوردیم. تهیه بلیط چطور؟ راحت بود. کلا نظرتون در مورد
این برنامه رو برنامه مسابقه چیه؟ این برنامه خیلی خوبه به شرطی که استاد بتونه همینجوری اجرا بکنه. من چیزی که 30 سال قبل تونستم در جشنواره بزن شیراز نزدیک ببینم و هرگز موفق نشدم. یه به هر دلایل خاصی بود که اینجا برنامه اجرا نشد، موانعی داشتم. این فرصت بزرگی بود، یه افتخار بزرگ بود. بانگ گردش های چرخ است این که خلق میرسانندش به تنبور و به حد. ما همه اجزای آدم بوده ایم، از بهشت این لحن ها بشنوده ایم. به هر حال این جمع شدن با همت استاد شجریان و امیدواریم که ما هم بتونیم سهمی داشته باشیم در این که غم مردم رو سبک کنیم. من از تبریز اومدم. از تبریز اومدید فقط به خاطر برنامه؟ فقط به خاطر کنسرت اومدم، یه امتحانم داشتم که اونم بیخیال شدم اومدم. Well, it's really moving, I would say. Yeah, it's strong, very strong emotional concert. We are moved to be there, and we appreciate for the circumstances, of course, for which the concert has been. And of course, it's an event we have not heard Shajarian for years, and this is really a strong moment. Now, technically, I'm not a specialist, but I can compare with a few Iranian singers, but also with musicians and singers from the area, the neighborhood. And I must say, tremendous technique. But the technique is second to emotion. دو تا دستگاه خیلی فنی رو انتخاب کردم و نوا و راست پنجگاه و حرکت چون از تو نوا و کرد بیات بسیار زیبا. من نمیخوام به فاز سیاست وارد بشم، ولی وقتی که صدا سیمای ما وقتی موسیقی ملی پخش میکنه به جای اینکه خود سازو نشون بده میاد در و دیوار و گل نشون میده، یک علتش میتونه این باشه که اصلا وقتی جوان سازو نمیشناسه، سازو نمیبینه، سازو نمیشناسه، بهتر اصلا از اون موسیقی هم خوشش نمیاد. من خودم بمی هستم و واقعا افتخار میکنم آقای شجریان به خاطر این کاری که کردم و متشکرم ازش. همه ایچ کس ما توی بام از دست قطعا کار خوبیه و استقبالم که همیشه به حال هست از کار آقای شجریان، این بار که به خاطر این موقعیت خاص حتما هم بیشتر استقبال هست. باید ما همیشه این موسیقی رو داشته باشیم، چون یک کشور اگه نتونیم تصور کنیم که کوه نداره، رودخونه نداره، دریا نداره، یک کشور حتی نمیتونه تصور کنه که موسیقی نداشته باشه. یعنی یکی از نیازهای یک کشور داشتن موسیقی غنی هستش که خوشبختانه ما داریم و باید حفظش کنیم. من فکر کنم به خاطر محدودیت هایی که الان واسه ماها پیش اومده الان اصلا انگار که بچه ها یه جوری از صدای سنتی خودشون، از ملیت خودشون زده شدن. یعنی دیگه این چیزا نمیدونم، شاید یه جوری جذبشون نمیاد. شاید واسه خیلی از دوستای من خیلی عجیبه که من دارم این برنامه رو میام ببینم. هنر بی همتای آقای شجریان ما رو این فاصله 400 کیلومتری رو کشوند آورد اینجا. ایشالا امیدواریم که باعث بشه که آقای شجریان باز برای مردم خودش بخونن اینجا، برای شهرستان‌های مختلف، همش نرن خارج از ایران، ما از اون بر خط ایشون رو ببینیم. این آقایون، این 4 نفر آقایون جزو پیشروترین ها هستن توی موسیقی ایرانی و تغییر و تحولی که ایجاد کردن شگفت انگیزه. بخشی که دیدیم خیلی خوب بود، البته انتظارم همین بود. حالا من با شناختی که دارم و کاری که قبلا دیدیم از استاد و اجرای مختلف انتظارم همین بود، ولی خیلی خوب بود و خیلی کار قویه، یعنی سنگین و برای کسایی که تخصصی ندارن یا تخصصی دنبال نمی‌کنن بسیار ممکنه براشون سنگین بشه، ولی خیلی لذت بردیم. مخصوصا اون اجرای جدیدی که همخونی میکردن با تقریبا یه چند ثانیه اختلاف، یه کار نوعی بود و هم صدا منطبق نبود، هم استقلال خودش شده باشه، همین که دونه دونه صداها در یه فضای نوتی، در یه گستره نوتی با هم دیگه میخوندن، خیلی سه ارزشمندی بود به لحاظ هنری.
من چند وقت پیش یک جشنواره بین‌المللی بودم و یک آقای فرانسوی اومد جلو و به من گفتش که من همیشه شجریان گوش میدم. بعد من گفتم که چطور، شما میشناسیشون؟ رو گفتش که بله من میشناسم و سیدیاشو دارم، با اینکه نمیفهمم چی میگه ولی همیشه گوش میدم، چون این تونالیته این موسیقی رو دوست دارم و این خب برای من یه ایرونی که یه دفعه همچین چیزی میشنوم واقعا لذت بخش.